شما همراهان همیشگی دکتر سلامت به کانال خودتون در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم برای شما از فواید دوش آب سرد و اینکه با دوش آب سرد چه اتفاقی در بدنمون صورت میگیره صحبت کنم. پس با من در این ویدیو همراه باشید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. مورد اول، حفظ سلامت پوست و مو. یکی از توصیه‌هایی که مطرح می‌شود شستن صورت با آب گرم است تا منافذ صورت باز و به خوبی تمیز شوند، اما در پایان این منافذ باید بسته شوند. آب سرد می‌تواند باعث بسته شدن منافذ پوست شود و فایده‌اش این است که از نفوذ و چسبیدن چربی، گرد و خاک و آلودگی‌های محیطی که باعث ایجاد جوش می‌شوند جلوگیری می‌کند. البته موجب انقباض رگ‌های خونی صورت نیز می‌شود که در نتیجه پف صورت را کاهش می‌دهد و از به وجود آمدن سایه‌های تیره جلوگیری می‌کند. برای موی سر هم اتفاقی مشابه پوست صورت اتفاق می‌افتد. آب سرد کاتیکل های مو را می‌بندد که باعث سالم تر ماندن پوست سر می‌شود. همچنین از جمع شدن آلودگی روی پوست سر جلوگیری می‌کند. آب گرم به این شناخته شده که چربی طبیعی پوست را می‌شوید، سپس پوست با تولید چربی بیشتر آن را جبران می‌کند. البته این اتفاق همیشه رخ نخواهد داد. با این وصف یا پوست شما خشک می‌شود و یا چرب. بنابراین دوش آب سرد گزینه بهتری به نظر می‌رسد. مورد دوم، مؤثر در باروری مردان. تعداد کمی از مردان می دانند که حرارت و گرما برای باروری آنها مضر است و می تواند موجب کاهش تعداد اسپرم ها شود. دوش آب سرد می تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند. اگر بیماری قلبی دارید و یا از سلامت عمومی بدن خود اطمینان ندارید، از گرفتن دوش آب سرد خودداری کنید. مورد سوم، پیشگیری از آسیب های ورزشی. وقتی فعالیت ورزشی شدید انجام می دهید، عضلات ملتهب می شوند و نیاز به استراحت دارند. برای ریکاوری که بهتر و سریعتر و همچنین بهبود وضعیت عضلات، دوش آب سرد توصیه شده است. لازم به ذکر است دوش آب سرد دردهای مزمن و درد بدن را نیز کاهش می دهد. مورد چهارم، تقویت سیستم ایمنی. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که کسانی که به صورت روتین دوش آب سرد می‌گیرند، به نسبت دیگران تعداد بیشتری گلبول سفید خون دارند. گلبول‌های سفید خون از بدن در مقابل عفونت‌ها، بیماری‌ها و مواد خارجی دفاع می‌کنند. همچنین افزایش میزان سوخت و ساز بدن با دوش آب سرد افزایش پیدا می‌کند، چون بدن تلاش می‌کند خود را گرم نگه دارد. این واکنش سیستم ایمنی بدن را فعال می‌کند که در نهایت موجب ایجاد گلبول‌های سفید خون بیشتری می‌شود. مورد پنجم، کمک به چربی سوزی. قبلا در مطلبی توضیح داده بودیم که دوش آب سرد به چربی سوزی کمک می‌کند. موجب افزایش کالری سوزی می‌شود، یعنی بدن برای گرم نگه داشتن خود کالری بیشتری مصرف می‌کند و این یعنی افزایش متابولیسم بدن که در کاهش چربی بدن مؤثر است. کمی بیشتر توضیح می‌دهیم. در یک فرد چاق که مثلا در اطراف کمر و یا ران‌هایش چربی دارد، این نوع چربی چربی سفید است که در واقع مضر است، اما بدن یک نوع چربی مفید دارد که می‌تواند عامل کاهش چربی سفید باشد. این چربی که به چربی قهوه‌ای معروف است، با تولید گرما و کالری سوزی بیشتر باعث افزایش سرعت متابولیسم بدن می‌شود. چربی قهوه‌ای وقتی تحریک می‌شود که بدن در محیط با دمای پایین قرار بگیرد، در این شرایط برای تولید گرما فعالیتش را شروع می‌کند. مورد ششم، پیشگیری از افسردگی و افزایش سلامت عمومی بدن. گفته شده که گرفتن دوش آب سرد کوتاه نقطه آبی مغز که منبع اصلی نور آدرنالین است را فعال می کند، یعنی ماده ای که برای از بین بردن افسردگی مؤثر است. همچنین سیستم عصبی خودکار را نیز متعادل می کند که موجب هوشیار نگه داشتن شخص، افزایش آرامش و کاهش استرس می شود. درمان افسردگی با ورزش، کمتر کسی پیدا می شود که برای بیدار شدن از خواب صبح با مشکل مواجه نشده باشد و وقتی هم که بیدار می شود احساس خواب آلودگی نداشته باشد. در این شرایط دوش آب سرد باعث می شود سریعتر هوشیار شوید، کمتر احساس خواب‌آلودگی کنید و بیشتر احساس انرژی داشته باشید. اما علت این تاثیر دوش آب سرد چیست؟ علت آن است که آب سرد به نوعی به بدن شوک وارد می‌کند و باعث می‌شود عمیق‌تر نفس بکشید، چرا که بدن با گرم نگه داشتن خود اکسیژن مصرفی را افزایش می‌دهد. همچنین ضربان قلب نیز بالا می‌رود و گردش خون نیز افزایش پیدا می‌کند و این دو اتفاق در نهایت افزایش انرژی و هوشیاری را به دنبال دارند. مورد هفتم، خلاصه
دوش آب سرد تنفس را عمیق و خستگی مفرط را برطرف می کند، باعث براق شدن موها می شود، با تنظیم کردن دمای بدن، با سردی مزمن دست و پا و طریق بیش از حد مقابله می کند، همچنین با تقویت کردن غده ها از جمله تیروئید، آدرنالین و غیره فعالیت های هورمونی را بهبود می بخشد. و اینکه چطور شروع کنیم؟ یک نکته مهم، همونطور که در مطلب اشاره شد، اگر دچار بیماری قلبی هستید و یا از بابت سلامت عمومی بدنتون اطمینان ندارید، بهتر است نسبت به گرفتن دوش سرد خودداری کنید. اما چنانچه مشکلی ندارید، در ابتدا بهتر است دوش معمولی بگیرید، سپس در آخر کمی بدن را زیر آب سرد قرار دهید تا به مرور با تکرار آن به دوش گرفتن با آب سرد عادت کنید. مرسی که با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.